فصل دوم. بنابراین شما باید همه نوع بغض و کینه و فریب و ریاکاری و حسادت و بدگویی را از خود دور سازید. مانند نوزادان مشتاق شیر روحانی خالص باشید تا با نوشیدن آن بتوانید رشد و نمو کرده و نجات یابید. زیرا شما در تجربه خود مهر و محبت خدا را دیده اید. پس به سوی او، یعنی آن سنگ زنده که مردم رد کردند اما در نظر خدا برگزیده و گرانبهاست بیایید. و شما نیز مانند سنگ‌های زنده‌ای هستید که خانه روحانی از شما بنا می‌شود و در آن خانه شما به عنوان کاهنان مقدس قربانی‌های روحانی را که در نظر خدا پسندیده است به وسیله عیسی مسیح بگذرانید. زیرا کتاب مقدس می‌فرماید در صهیون سنگ زاویه ممتاز و گرانبهایی قرار می‌دهم و هر که به آن ایمان آورد هرگز شرمسار نخواهد شد. برای شما ایمانداران این سنگ ارزش بسیار دارد، اما برای بی ایمانان آن سنگی که بنایان رد کردند به صورت مهمترین سنگ عمارت در آمده و همچنین سنگی است که آنها را می لغزاند و صخره ای است که روی آن خواهند افتاد. آری آنها بر روی کلام خدا می افتند زیرا به آن ایمان نمی آورند. پس سرنوشت آنها همین بود. و اما شما نژادی برگزیده و کاهنانی هستید که به پادشاهی رسیده اید. شما ملتی مقدس و قوم خاص خدا هستید تا اعمال و صفات عالی خدایی که شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده است به همه اعلام نمایید. در گذشته شما قوم و ملتی برای خود نداشتید، اما اکنون قوم خود خدا هستید. زمانی شما از رحمت الهی کاملا بیخبر بودید، اما اکنون رحمت او از آن شماست. ای عزیزان، از شما که در این دنیا غریب و بیگانه هستید تقاضا می کنم تسلیم شهوات نفسانی که همیشه با روح ما در جنگ است نشوید، بلکه چنان در میان مردم خدا ناشناس با راستی و درستی زندگی کنید که اگرچه در حال حاضر شما را متهم به بدکاری می کنند، با دیدن اعمال نیک شما خدا را در روز بازپسین تمجید نمایند. به خاطر خداوند مطیع همه قدرت‌های انسانی باشید، خواه پادشاه که مافوق همه است، خواه فرمانداران که از طرف او مأمور شدند که بدکاران را تنبیه و نیکوکاران را تشویق نمایند. اراده خدا این است که شما با اعمال نیک خود جلوی سخنان جاهلانه مردمان احمق را بگیرید. مثل افرادی که کاملا آزاد هستند زندگی کنید، اما نگذارید این آزادی شما بهانه‌ای برای رفتار ناشایست باشد، زیرا شما هنوز بندگان خدا هستید. همه را محترم بشمارید، برادران خود را دوست بدارید، از خدا بترسید و شاه را محترم بدانید. ای نوکران، مطیع اربابان خود بوده و آنها را احترام کنید، نه تنها نسبت به آنانی که مهربان و با ملاحظه هستند، بلکه همچنین به کسانی که سختگیر و خشن هستند. زیرا کسی که خدا را در زندگی خود شاهد و ناظر می داند، به ناحق عذاب ببیند و تحمل کند، خدا را خشنود ساخته است. اما اگر مرتکب کار خلافی شدید و تنبیه آن را تحمل کردید، چه افتخاری برای شماست. اما اگر شما کارهای نیک انجام دهید و در عوض بدی دیده و آن را تحمل کنید، در آن صورت است که خدا را خشنود ساخته اید. مگر خدا شما را برای همین بر نگزیده است؟ خود مسیح با رنجهایی که به خاطر شما کشید برای شما نمونه شد تا به همان راهی که او رفت شما نیز بروید. شما می دانید که او هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغی از دهان او شنیده نشد،
وقتی به او دشنام می‌دادند، با دشنام پاسخ نداد. وقتی عذاب می‌کشید، تهدید نمی‌کرد، بلکه خود را به دست آن کسی سپرد که همیشه با عدالت و انصاف داوری می‌کند. مسیح شخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیکی مطلق زیست کنیم. زیرا به سبب زخم‌های اوست که شما شفا یافته اید. شما مثل گوسفندانی بودید که راه خود را گم کردند، اما اکنون پیش شبان و نگهبان جان‌های خود برگشته اید.